جنرال موبین تهدید به مرگ شد. چرخ بالا طالبان سقوط کرد. درگیری در 4 ولسوالی پنجشیر جریان دارد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. یک عضو پیشین گروه طالبان میگوید که پس از تاکید بر بازگشایی مکاتب دخترانه در کشور، از سوی سران طالبان به زندان و مرگ تهدید شده است. جنرال مبین، سخنگوی پیشین فرماندهی امنیه کابل، روز شنبه 19 استانبول از این موضوع در رشته تویت‌های پرده برداشته است. با گفته این عضو طالبان، شماری از سران این گروه برای خاموش کردن صدایش به او این هشدار را دادند. او در صفحه تویترش نوشته است: 2 پیش در رسانه‌های استعفای خود را اعلام کردم. آن زمان مقام‌ها گفتند که به کارت ادامه بده. حال برای خاموشی صدایم مرا تهدید به مرگ و زندان می‌کنند. آفرین. جنرال مبین پیش از این بارها در ازارات خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شده بود. درگیری در 4 ولسوالی پنجشیر. منابع در پنجشیر میگویند که همکنون درگیری در بخشای از ولسوالی های عنابر، رخه 3 اول و در این ولایت جریان دارد. با گفته منابع طالبان، به قرارگاه های جبهه مقاومت در فراج در ولسوالی عنابر، اسارک در ولسوالی رخه، شابه در ولسوالی 3 اول و دره عبدالاخیل در ولسوالی دره حملات گسترده را آغاز کردند. منابع میگویند که عملیات طالبان را در پنجشیر مولای یعقوب زاکر رهبری میکند. زاکر از سوی رهبر طالبان به عنوان مسئول نظامی پنجشیر و اندرابهای بغلان تعیین شده است. یک منبع میگوید که زاکر صبح شنبه 19 استانبول با بیش از 100 موتر نظامی و 2000 نیرو به دره عبدالاخیل رسیده است. تاکنون از تلفات این درگیری اطلاعی در دست نیست. طالبان در حال عملات گسترده علیه جبهه مقاومت در پنجشیر را اندازی کردند که کارشناسان میگویند فرماندهان طالبان در سرکوب جبهه مقاومت تاکنون ناکام ماندند. در این حال تاجالدین سروش روی برگه فیسبوکش نگاشته است: سقوط چرخ بالا طالبان در کابل. این ویدیو را یکی از مخاطبان افغانستان انترنشنال از ناحیه دانشگاه نظامی مارشال فهیم در کابل فرستاده است که در تصویر دود زیادی از آن نقطه به چشم می‌خورد. به گفته فرستنده، این دود ناشی از سقوط یک چرخ بال طالبان است. برای جزئیات بیشتر این خبر با ما باشید.